در یوتیوب میریم، به خصوص وقتی دنبال جواب یه چیزی میگردیم و میخوایم بدونیم دیگران درباره یه محصول تازه چی گفتن. ولی حتما میدونید که یه عده‌ای هم هستن که چرخ زندگیشون از راه یوتیوب میگذره و درآمدهای میلیونی دارن. اینا پولسازترین یوتیوبرهای سال 2021 از مستر بیست گرفته تا ناستیای 7 ساله که هر کدومشون میلیون ها مشترک دارن و با هر ویدیو صدها هزار و گاهی چندین میلیون دلار پول از یوتیوب در میارن. درآمد یوتیوبرهای مشهور در سال گذشته نسبت به سال 2020 چند 40% افزایش پیدا کرد و درآمد مشهورترین هاشون در مجموع به 219 میلیون پوند رسیده. جذب تبلیغات منبع اصلی درآمد یوتیوب از بابت یوتیوبرهای مشهورشه که درصدی از این درآمد رو هم به اونها میده. درآمد از بابت تبلیغات به 3 تا عامل بستگی داره: میزان تماشا در کل، میزان تماشا در ساعات اولیه انتشار و میزان رشد بیننده. بر اساس اینها یوتیوب به یوتیوبرها پول میده که برای کاربرهای معمولی حدود 2 دلاره، ولی برای کاربرهایی که میلیون ها مشترک دارن و ویدیوشون گل میکنه و میلیون ها بیننده برای یوتیوب و در نتیجه تبلیغاتش میارن، ممکنه برای هر ویدیو به 1 میلیون دلار هم برسه. مستر بیست فعلا مشهورترین و پولسازترین یوتیوبره که سال گذشته درآمدش 39.5 میلیون پوند بوده. جیمی دونالدسون اسم واقعیشه، 23 ساله و آمریکاییه و از 13 سالگی در یوتیوب فعال بوده. الان بیشتر از 87 میلیون مشترک داره. بیشتر ویدیوهاش مسابقه هایی که خودش را میندازه، مثل اینکه از بازی مرکب تقلید کرده. And as you can see, every single player has a device strapped to them that when they're eliminated, it pops. Chris, you want to have a chance on one? Red light. رایان کاجی 10 ساله که از 2 سالگی با عنوان دنیای رایان در یوتیوب حضور داشته، سال 2020 پردرآمدترین یوتیوبر بود، ولی سال گذشته بیش از 19 میلیون پوند درآمد داشته. ویدیوهای اون بیشتر اظهار نظر درباره انواع اسباب بازی هاست و بیش از 40 میلیون مشترک داره و آخریش 2 میلیارد بار دیده شده. اما ناستیای 7 ساله که خانواده‌اش از روسیه به آمریکا مهاجرت کردن، از رایان جلو زده و بیش از 20 میلیون پوند درآمد داشته. ویدیوهای هالووینش سال گذشته 85 میلیون بار دیده شد. Okay, Ryan, are you ready to find the egg surprise? Ready? Go, go, go! و گسترش شبکه‌های اجتماعی، استفاده از این شبکه‌ها به خاطر کاربردهای متنوعشون از سرگرمی گرفته تا آموزش و علایق هنری و علمی هم بیشتر شده. به ویژه در 2 سال گذشته که همگیری کرونا باعث کمتر بیرون رفتن از خونه و تغییر سبک زندگی شده. یوتیوب سال هاست که در ایران فیلتره، اما بعضی از ایرانی ها و ایرانی تبار ها همچنان از یوتیوب برای آموزش، تفریح یا ابراز نظر خودشون استفاده میکنن. یوتیوب در کنار سایر شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تیک تاک و فیسبوک یکی از محبوب ترین ها بین ایرانی ها، به خصوص ایرانی های خارج از کشوره.